نکته‌ای که امروز قرار هست در موردش صحبت بکنیم در خصوص درمان آکنه هست. به طور عموم درمان‌های آکنه به دو دسته تقسیم میشه: درمان‌های موضعی یا مالیدنی و درمان‌های خوراکی. اغلب موارد ما از ترکیب این دو درمان‌های موضعی و خوراکی استفاده می‌کنیم. درمان‌های موضعی قسمت غالب در واقع روی تنظیم ترشح چربی پوست کار می‌کنند و به طور موضعی می‌تونن لایه برداری انجام بدن، جوش‌های زیر پوستی و جوش‌های التهابی رو کاهش میدن. درمان‌های خوراکی به چند دسته کلی تقسیم میشن. یکی درمان‌های ضد هورمون که به طور شایع استفاده میشن، مخصوصاً در افرادی که اختلالات هورمونی دارن، مثل عقب افتادگی‌های قاعدگی، موی زائد، شوره سر. این بیماران اغلب از درمان‌های ضد هورمون خیلی استفاده میتونن بکنن و نقش موثری داره در اختلالات هورمون توی آکنه اون افراد. دسته دوم درمان‌ها درمان‌های ضد التهاب هستن که به طور غالب آنتی بیوتیک‌ها مخصوصاً داکسیسایکلین، تتراسایکلین و آزیترومایسین جزء اصلی درمان‌های در واقع آکنه در این دسته هستن. دسته سوم درمان‌های آکنه درمان‌هایی هستند که ترشح و تنظیم در واقع پرولیفراسیون یا رشد سلولی پوست رو در واقع عامل میشن. این دسته درمانی به طور غالب ویتامین آ و ترکیبات اون رو تشکیل میدن که گروهی هستن که بسیار بسیار روی درمان‌های آکنه، مخصوصاً آکنه‌های شدید، خیلی خیلی مؤثر هستن. درمان خودسر میتونه مشکل ساز باشه؟ 100%. ما تو بسیاری از بیماری‌های پوست این مشکل رو داریم که بیماران با درمان خودسرانه اون رو شدیدتر میکنن یا ممکنه بیشتر از این که از اون درمان سود ببرن، عوارض اون درمان رو متاسفانه درشون ایجاد بشه. نقش مراقبت های پوستی، مثلا شستشو خوب یا عدم استفاده از لوازم آرایش غیر استاندارد، چقدر میتونه تو تاثیرپذیری درمان آکنه نقش داشته باشه؟ متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما باهاش روبرو هستیم اینه که خیلی از این لوازم آرایش بیس و پایه خوبی ندارن. این لوازم آرایش پایه های چرب دارن و اغلب کومیدوژن هستن، یعنی خودشون آکنه رو ایجاد میکنن به خاطر بستن منافذ فولیکولی، به خاطر بستن منافذی که در واقع پوست داره خودشون ایجاد التهاب میکنن. خودشون گاهن دارای اون باکتری هستن که این باکتری میتونه و اون انگل هایی که میتونه خودشون آکنه ایجاد کنه. اکیداً توصیه میکنیم که به هیچ عنوان از لوازم آرایش غیر استاندارد استفاده نکنن. پوستای آکنه‌ای حتماً کرم پودر و مواد آرایشی پوشاننده رو از پزشک متخصصشون دریافت بکنن و از اونها مشاوره لازم رو بگیرن. نکته دوم، سوال قسمت دوم سوالتون که فرمودین نقش مراقبت پوست، توصیه ما این هست نه با صابون‌های خیلی خشن یا با شوینده‌های خیلی خشن یا اسکراب‌های خیلی خشن، به هیچ عنوان اینا رو توصیه نمی‌کنیم، ولی شستن دوبار در روز پوست با یه صابون ملایم به شکل خیلی آروم و بعد پاک کردن اون با یه تونر رو توصیه که در واقع اغلب بزرگان در زمینه درمان آکنه میکنن. معمولا درمان آکنه 3 تا 6 ماه حداقل در واقع دوره درمانش هست تا مریض یه پوست صاف و خوب داشته باشه و بعد از اون هم همونطور که قبلا گفتم نیاز هست که مریض روی ژل یا یه کرم کوچیکی برای مدت طولانی تا سنی که جوش میزنه باقی بمونه.